با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 16 از ماه جولای سال 2013 میلادی. در روزهای چهارشنبه معمولا بازپخش سه شنبه شب هست. چون دیشب خدمت رو نبودم، امروز شرفیاب حضور شما شدم اینجا تا یک چند بیت از شاهنامه خدمت شما بخوانیم. عرض میکنم که این داستان ادبیات، این مهمترین شاید رکن فرهنگ باشد. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم به این طرز نوشتار اجداد ما در قرن چهارم، نوع تفکرشون، نوع نگاه کردنشون به جهان، نوع قضاوتشون در باب دیگران و اینها، در میابیم که خلقیات ما خیلی تغییر کرده. در واقع بعد از عرض میشود که این داستان مغول و نمیدونم بقیه رفقا و این کشتار و این اخلاق پست آدم های بیابانی، خلقیات خیلی تغییر کرده. ما چنین نبودیم که امروز هستیم. منتها یک زیربنای بسیار نیرومندی در این سرزمین مقدس ایران زمین هست که در واقع فناناپذیر بوده و این چیزیست که این کشور رو نگه داشته. اما ما اون آدم های عهد ساسانی نیستیم، ما آدم های عهد سامانی نیستیم، ما هیچ نسبتی به کوروش کبیر نداریم. یعنی خلقیات کوروش، رفتارش یا آدم های اطرافش، چون آدم ها هم تغییر میکنن. البته اینا، شما این شاهنامه فردوسی که امروز عرض میشود که امروز با تصحیح مول خدمت شما هستم، این آقای جولیوس فون مول که مهل نوشته میشه، MOHL، یکی از خدمتگزاران بی نظیر این فرهنگ هست. جولیوس فون مول اهل آلمان هست. این داستان زندگیش رو خیلی مفصل بنده نوشتم در این کتاب و خواهید دید. و در یک محیط تنگ و تاریک دانشگاهی آلمان زندگی میکرد که مذهبی بودن اینها و خیلی خیلی دالان تیره ایست. این دالان مذهب، تفکر مذهبی راه به روشنی ندارد، یک زندان تیره ایست واقعا. اجازه پرش به اندیشه و عواطف انسانی نمیدهد. یک چیز هولناکیست این دالان مذهب و دالان دین، بسیار بسیار هولناک است و بسیار بسیار وحشتناک است و بسیار بسیار تنگ نظرانه است این دنیا. باری این مرد بزرگ تحمل نکرده و در اون روزگار فرانسه، پاریس، محل بزرگترین شرقشناسان بوده. اون دوره رو بین سالهای 1830 تا 1890 دوران حماسی و قهرمانی شرقشناسی گفته و آدم های بزرگی حقیقتا اینا طوری بود که تحقیق مذهب اینا بوده و شرقشناسی در واقع در مرحله عشق رسیده بوده برای این آدم ها، مثل برونهاف، مثل پروفسور مولر، مثل همین آقای مول و خیلی کسان دیگر بودن. دوسیسی، اینا رو نگاه بکنیم ببینیم هر چه مونده است تحقیق در باب شرق صاحب ارزش است. امروز شرق شناسی شده است که فرض کنید زبان فارسی بلد باشی، کارمند کارش سیایی هم نظر بدهید، مثلا این شده شرق شناس امروز مثلا آمریکایی یا فرانسه، مسخره شده است. علم شرق شناسی دیگه عظمتی نداره، هیچی نداره، چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. ولی در اون روزگار شگفت انگیز بوده. آقای مول هر می شود که وقتی وارد می شود به اونجا، زبانهای فارسی و عربی و اینها یاد می گیره، معلمهای خیلی بزرگی داشته، بعد رفته رفته گرایش پیدا می کنه به زبان فارسی. از سوی دولت فرانسه مأمور می شود که این شاهنامه فردوسی رو ترجمه بکند و تصحیح بکند که این جزء در واقع کلکسیون مشرق، کلکسیون کتابای مشرق شاهنامه باشد. و این مرد به این سالهای 1835 تا 1876 یا 86، حالا درست به خاطر ندارم، روی این کتاب کار کرده و
حاصلش این شاهنامه است که شاهنامه تصحیح مول میگویند، مول در 7 جلد. و چون ریاست داشت بر چاپخانه سلطنتی فرانسه، این کتاب به وجهی اونچنان نفیس به چاپ رسید که مردم در واقع نمیتونستن خریداری کنن. بعد خانمش آمده مجموعه 7 جلدی ازش چاپ کرده، در ایران هم در واقع نوع جیبیش به چاپ رسید. و آخرین چاپی هم که از شاهنامه مول به دست آمد، مرحوم محمد امین ریاحی که خیلی خیلی مرد بزرگی بود، این مرد و در کار شاهنامه محقق بود، کتاب رو دوباره چاپ کردن، یک مقدمه متناسب و زیبایی هم نوشته است. حالا بگذاریم، نگاه میکنید به شاهنامه، اونجا اخلاق فردوسی چیزیست که انسان رو حیرت زده میکند، اصلا قابل قیاس نیست واقعا با فرض کنید ناصر خسرو. ناصر خسرو قبادیانی باید که اون هم آدم بزرگیست، یعنی از یک فراز فلسفی با یک نگاه انسانی و معتدل نگاه میکند به همه ادیان. یعنی شما برخورد میکنید به ادیان مختلف، از عرض میکنم که اونچه در ایران به وجود آمد مثل پیروان مزدک و مانی و اینها تا مسیحیت و آیین زرتشت با یک احترام خیلی 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 جالبی یاد میکنه و اینها، و از اون میتزد در واقع مرد فیلسوف. اگر جز این بود، اگر جز این بود و یک کاستی در خلقیات این مرد می بود، حتما نمیتوانست این عرض میشود که حماسه ایرانیان رو بدین درجه از خوبی ارائه بکند. مرد بزرگی طلب میکرده این کار. برمیگردیم بعد چند حدود مثلا 100 سال قبل، ببینیم شعر چگونه شده، از میگه حجب ها چه رکیک، از میشود که چاپلوسی ها چه پر از مبالغه. حالا مد هست در روزگار سامانی، مد هم هست، مد متناسب، مد زیبا، جالب، شاعر در این مدایه حتی عنصری که ملک و شعرهای درباره محمودم بوده هرگز خودش رو خرد نمی کنه، حقیر نمی کنه. اینا می بینیم قصایدش از همه مدح محمود هست، اما می بینیم فضیلت شاعر هم در ورای این کلام هست. بعد رفته رفته کار به ادبار رفته و خراب شده و خلقیات ما هم متناسب با این تغییر و تحول هایی که حاصل حوادث تاریخی است تغییر کرده، تقریبا سر در نشیب انحطاط گذاشته است. اگر ما نگاه کنیم به کلیات دیوان مولانا عبید زاکانی که یکی از بزرگترین آدمهای اون روزگار بوده، عبید، و ناقد بوده است، این مرد نقد اجتماع میکرده، نقد جامعه شناسانه میکرده، اینها میبینیم رزالت به کجا رسیده بوده در مملکت ما، که اخلاق کجا منحط شده بوده. و بعد هم بران صفوی هست و این در واقع تسلط این آخوندهای شیعه، نمیدونم به اینها باید چه گفت، اینها جزمندیش، متحجر، کوتاه نظر، قشری، شکمپرست و بیسواد. و بی سواد به معنی خاص کلمه، بدون بینش، هیچ گونه بینشی اینا نداشتن. جزمندیشی حب و بغض رو چنان در ما تنیدن که ما همه اهل حب و بغض هست، نمیتونیم به آرامی نگاه کنیم به قضايا، بگوییم آقا در این پدیده نیکی ها هست، ضعف ها هم هست، بله در این شخص یا این نمیدونم کاراکتر تاریخی که این همه به بدی مشهور هست، بله کارهای بد داشته، فضیلت ها هم داشته. یا اهل حبیم یا اهل بغضیم. آقا شنیدید میگوید که میگوین که بغض معاویه نه حب علی. مثل که آدم باستی انتخابش دوگانه باشه، یا حب ببرزه
یا اهل بغض و کینه باشه. خب ایرانیان میدونید که عرض شود که زمان بنی امیه خیلی در تعب بودن، اینا اسیر کرده بودن ایرانیان رو چنین و چنان، و اینا آمدن و در واقع مهر ورزیدن به اولاد عباس، عباس عموی پیغمبر. و بعد که عباسیان آمدن دیدن اینا صد بار از اونا خونخوارتر این عباسیان هستن. یا بر روی هم از حکومت عرب ایران ناراضی بوده، مردمان بسیار ناراضی بودن، از حکومت خلفا که اسلام سنتی و اونچه منظور نظر پیغمبر اسلام بوده اعمال میکردند، مثل عمر و ابوبکر و عثمان، اینها آمدن چه میکردن؟ برای اینکه بگوین آقا ما بیزاریم از این تشکیلات، میامدن به اون آدمی که هیچ شغلی نداشت میابیختن. یعنی کی؟ یعنی علی و خاندانش. درست مثل همین امروز بوده، این سید محمد خاتمی هیچ کسی این آقا را نمیشناخت، یه آدم معزولی بود در واقع، تا اونجایی که به حکومت مربوط بود از کاری نبود. از بغض این تشکیلات ارتدوکسی اسلامی، نه از حب این آقا، همه محبان سید محمد خاتمی شدن. و عجب این هست که این شده است سمبل آدمی به این درجه از بی‌ارزگی. حالا دوستی میگفت آقا شما بعض اوقات عصبانی میشوید و اینا خوب نیست. گفتم که دوست عزیز کاملا درست گفتی شما، یعنی اگر کسی وارد جامعه بشه و مقابل مردم بشیند و سخن بگوید به هر وجهی از وجوه که عصبانی بشود، اون باخته. یعنی به حق هم که کسی عصبانی بشه چیز خوبی نیست، تا چه رسد به ناحق. اما یه قضیه دیگری هم هست که اینجا ما، اینجا کارمند تلویزیون و نماینده وزیر وزارت امور خارجه، ما تو میدان جنگیم دوست عزیز. بنده معتقدم که این آدم، آدم حتما خوبی است، نیک نفس، بسیار بسیار بی عرضه است. آخه هر کسی رو که برای هر کاری نساختن که دوست من، که همه آدمی که برای کار سیاست و لیدرشپ و اینا ساخته نشده. این آقا اساساً اساس وجودش برای رهبری نیست این آدم. حالا این شده رهبر. ببینید وضع ما چقدر خرابه، ببینید اوضاع احوال ما چقدر خرابه، ببینید که پرنسیپ های اصلی سیاسی در اذهان ما چه میزان گم شده که به کل فراموش کردیم که چی بودیم، چه میخواستیم، داستان ما چی هست تو این تاریخ، جستجوگر چی هستیم. این آقا شده سمبل نمیدونم اصلاح طلبی روشن فکری. این سید محمد خاتمی بی ارزه، بسیار بسیار مرد بی ارزه و بی لیاقت و بی کفایت است. باری اخلاق آخوندی رو عرض بکنم، حب و بغض. ما یا اهل حبیم یا اهل بغضی. حالا حب ما هم گونهش فرق میکنه. چون ما طرفداران نطفه مقدس بودیم، یعنی یک خاندانی اگر که 50 سال حکومت میکرد، نطفه اینا میشد مقدس، اسپرم اینا مقدس میشد، با اسپرم بقیه مردم فرق میکرد. هرچه از اون تبار بود و از اون اسپرم بود مقدس میشد دیگه بابا جان. یک کسی میامد به نام مثلا اردشیر، خیلی خوب اردشیر، اردشیر هم آدم مثل بقیه آدم ها، اما به معنی که پادشاه میشد و اون فر شاهنشاهی و عرض میشود که اون بزرگی نمیدونم تشکیلات دربار و اون حشمت و شکوه اینها، بعد فرزند این و فرزند این، رفته رفته ما به اینها معتقد میشدیم که صاحب یه چیز آسمانی هستن. ما مردم خرافی بودیم از قدیم دوستان، فکر نکنید که عرب، ما عرب که خرافی نبودن، که عرب خرافی نه، چند تا خرافه کوچولو داشتن بیچارا به خاطر همین حیات چیزشون، حیات بیابانیشون. مثلا صداها می شنیدن در بیابان، چون شنها روی هم می نشینه یه صدایی ده، چی بود؟ جن
جن اختراع کردن که در قرآن شریف هم وارد شده است، بخشی راجبه اجنه جن. خرافاتی ما بودیم چون تمدن دراز مدتی داشتیم و دراز مدتی دین در ایران حاکم بود و هرچی دین از دورانش بیشتر بگذرد و آخوندهای دین بیشتر قدرت ببرن بیشتر تولید خرافات میکنه. ما ایرانی ها خرافات بودیم نه اعراب. مرد بود، مرد شمشیر بود، مرد صحرا بود، مرد دنیا بود، مرد عشق و شور و نمیدونم کباب و شراب و شکار بود. خرافاتی نداشت عرب بیچاره. یه چند تا اینا آخوندهای شیعه به گونه دیگر بود داستان و ما معتقد بودیم به هر بشود که همین نطفه مقدس. خیلی خوب، حالا معتقد شدیم به نطفه مقدس اردشیر. حالا این نطفه مقدس اردشیر رسیده است به خانواده یکی پس از دیگری، رسیده است به خسرو پرویز. هزار جور مفسدم داره. یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین که از این خاندان نیست، از خاندان بزرگی اما هست، آمده است و مدائن رو گرفته و این آقا هم فراری داده به روم، پشتیبانی نکردن ایرانی. نطفه مقدس نیست و این تصور الگوی نطفه مقدس رو انداختن ایرانی ها به کی؟ به اولاد علی. بله. نطفهش مقدس این آقا، حالا بیا درستش کن. و بعد خرافات و تعصب و بعد جزمندیشی. شما با یه آخوند شیعه بیاد صحبت کن، شما رو از می شود که سوگن می دهم به ریش پرخون حبیبه بن مظاهر. با یه آخوند مثلا صحبت، یا با که خود ما که حالا مدرسه هم رفتیم و هر می شود که دنیا رو هم یک دوری زدیم و اینها، ته ذهن ما همونه، همون جزمندیشه است، فرق نمی کنه. یا بگو آقای آخوند شیعه بفرمایید ببینیم که این اسلام که شما می فرمایید رو چه کسانی برپای کردن. می گوید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وحی جبرئیل بود و قرآن کریم بود و دعوت کردشون و گفتن اقرأ بسم ربک الذی خلق و فلان از این بحرها. خب دیگه کیا بودن مگر ابوبکر نبود؟ اولین مسلمان، اولین مرد مسلمان این ابوبکر بوده و صاحب خلقیات نیک بوده و اون عمر که بزرگترین خلفا بوده. اینها شما آقای آخوند شیعه بفرمایید ببینیم در تمام زندگی عمر ابن خطاب و در تمام رفتار و کردار اسلامیش کوچکترین فضیلتی سراغ داری؟ این حرفا رو نزن، لا والله خدا لعنتش کند این ملعون را، اهل جهنم است این ملعون خائن. میگه خب حالا از شما من نمیپرسم در رفتار و کردار و گفتار این اولاد علی از خودش بگیر تا اون یازدهم و اون دوازدهم ته چاه و اینا، شما کوچکترین نقیصه ای، کوچکترین اشکالی میبینید خدا لعنت کند تو را این حرف را میزنید. اینا علم لدنی داشتن. آقا علم لدنی یعنی چه؟ برای من بفرمایید ببینیم لدنی چی بود. آقا کپلر و نیوتن بیشتر در فضا خبر داشتن یا امام جعفر صادق؟ خدا لعنتت کند اینا، تو یا بابی هستی یا آقا در ابوبکر صدیق شما کوچکترین فضیلت سراغ دارید؟ لا والله. اگه چهار تا فوش نده و چهار تا تکفیر نکنه خیلیه. عمر، عایشه، تمام بزرگان اسلام که اینا دوستان و یاران پیغمبر بودن، اسلام به اونا متکی بود، به مشاورت اونها، به پشتوانی و نخه. این نگرش آخوندیست. حالا بیا بگو آقا این امام جعفر صادق شما فهمه عالم بود، علمش چی بوده؟ بفرمایید ببینیم که علمش چه چیزی بوده غیر از فرض فرمایید قرآن و شرعیات. یه جا هم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید که این که من از شما پول میگیرم، فکر نکنید که من پول ندارم، نه، این پول من از شما میگیرم شما پاک بشید.
در این کل این کوفه و مدینه و اینها از من پولدارتر کسی نیست، ولی من به شما مرحمت میکنم، پول میگیرم از شما که شما پاک بشی، هرچی بیشتر پول بدی بیشتر پاک بشی. یکی از فرمایشات خیلی مهمشون اینه. میفرماید میگه ببینیم که آقا این علم ایشون چه بوده. میفرمایید علم داشته چه؟ میگوید یا تو باهایی هستی یا کافری یا با اسرائیلی ها کار میکنی، یه چیزی هست. یعنی داستان کینورزی و در واقع نفی و انکار اون چه ما دوست نمیداریم و عشق ورزیدن بیهوده به ارزش هایی که واقعا صاحب ارزشی ممکنه نباشن، این ساختار فکری ما رو درست کرد. آقا این طور هم نیست بابا جان، به این وجه هم نیست. آقا محمد خان، آقا جان، خب تبلیغات علیه آقا محمد خان خیلی بوده، رزالت هم داشته، آدم بسیار قهار خونریزی بوده، بسیار لعیم بوده، اما خیلی کار بزرگ هم کرده این آقا محمد خان. یک پارچه کرده، نمیدونم ارتش قوی داشته، روسا جرأت نمی کردن بیاد، خیلی کار کرده. یعنی نه بد مطلق هست نه و نه خوب مطلق در این دنیا چنین چیزی وجود ندارد، جز آخوند که دنیا رو کاملا سیاه و سفید میبیند. آدمی که یک جو عقلی داشته باشد از این رنگ سیاه و سفید یک بینابینی هم هست. البته حالا برگردیم سر این داستان ادبیات. فردوسی چنین مردی بوده، یک مرد فیلسوف و مرحوم ملک، ملک شعرا و شعر بهار میگوید آقا ما چون نیک بنگریم این مرد بزرگترین فیلسوف ما حکیم فردوسی بوده. میگوید بقیت و جیش این فیلسوفان اینها یا صوفی مسلک بودن یا پیرو ارسطو بودن. با اون در واقع نگاه انسانی و اینکه حقیقتاً به لحاظ اخلاقی در یک فراز فوق‌العاده با شکوهی به جهان نگاه می‌کرده، همه چیز رو بالا آورده، هیچ چیز رو تحقیر نمی‌کند، حتی دشمن رو نفع نمی‌کند فردوسی. بعضی این چیزها که در شاهنامه هست، بعضی ابیات جعلی که اینها در واقع در این شاهنامه های قرن دهم به بعد و قرن نهم به بعد وارد شد و مرحوم ترنر ماکان که اولین مصحح شاهنامه هست اینها رو در شاهنامهش وارد کرد. مطلقاً و ابداً دسترسی به نسخه قدیم نداشت این آقای ماکان در هندوستان، اما بسیار بسیار تسلط داشت بر زبان فارسی. و بعد اینها شاهنامه چاپ ماکان که بسیار الحاقاتش خیلی خیلی زیاد هست، این شد نسخه استاندارد شاهنامه. بنابراین هرچی در ماکان بود مشهور خاص و عام شد. شیر عرب خوردن و سوسمار، آقا اصلا مطلقا و ابدا تو نسخه قدیم شاهنامه این بیت نیست. زن و اژدها نمیدونم چی، مطلقا و ابدا در شاهنامه مثلا نسخه لندن که 1675 نوشته شده یا اون یکی نسخه سنت جوزف که احتمالاً معاصر یا قدیمتر از نسخه لندن هم هست، مطلقا و ابدا بنده هرچی گشتم این ابیات رو ندیدم. این شد نسخه در واقع استاندارد در اذهان. بعد چاپ شد از زمان ناصرالدین شاه به بعد مرتب شد چاپ شدن و گسترش یافت و خیلی چیزها که در از حکیم نیست به اون منتسب شد. باری این هم یک قصه جالبی است. اجازه بفرمایید که من خواهش کنم امیر یک آهنگ انتخابی به انتخاب خودش در اتاق فرمان برای شما پخش کند و بر میگردیم و این داستان نبرد رستم و دیو سپید رو برای شما میخوانیم تا چند دقیقه دیگه. درود.
درود بر شما هموطنان گرامی. یکی از موارد مهم عرض می کنم که موضوع لغات عربی در کتاب شاهنامه فردوسی است. لغات عربی در کتاب شاهنامه فردوسی هست، اما نه هر لغتی. خیلی خیلی مهم است توجه کنید. لغات در واقع که بار ایدئولوژیک دینی دارد، نه تنها در شاهنامه نیست، در کار متصوفین هم نیست. بعضی دوستان توجه ندارن و خیال میکنن که حالا عالم همه چیز شدند، نیاسوده از ره به قول معروف. در متصوفین که اینها نمیگفتن ما اسلامی نیستیم، نمازشون هم میخوندن، همه کارم میکردن، اما از هجویری بگیرید و ابو سعید ابوالخیر در این نوشته ها تا سال 505 که یعنی اول قرن ششم هست، مرحوم سعید نفیسی هیچ لغت دینی در کتب متصوفین پیدا نکرده. میگوید اولین کسی که واژه دینی اسلامی در ادبیات متصوفه به کار برد، عرض میکنم که احمد غزالی بود، برادر ابو حامد امام محمد غزالی طوسی. هرگز فردوسی نمیگوید الهی، چون فضای کتاب رو خراب میکنه، یا نمیگوید معقول، منقول، علم، اصلا اینا رو به کار نمیبره مطلقا و ابدا نیست. حالا ما از کجا بفهمیم نیست؟ آقا میایم نگاه میکنیم ببینیم که یک چند تا نسخه قدیمی، مثل فرض کنید که همین فلورانس که 614 است و عرض میشود که سنت جوزف و لنینگراد و اون نسخه قاهره، گرچه اینا خب خیلی خیلی، ولی اینا معتبرترین هن دیگه حالا در دسترس و اینها. نگاه میکنی فردوسی نمیگوید الهی عفو کن گناه ورا. یک بیت بسیار بسیار رکیک و بسیار بسیار سست. اینها از سبت که بعد از پایان اونجایی که فردوسی در باب از میشود که دقیقی سخن گفته و اونجا ضمن این که در واقع تکریمی دارد در حق او، اما میگوید که جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان. بعد میفرماید به نقل اندرون سوس گشتش سخن، ببخشید یا بله، و از اون نو نشد روزگار کهون. البته اینا قدیمی است، همون سخن کهن هم میتونیم بخونیم، اشکالی هم نداره. بله، تو طب این میگه نداری چه آب روان، مبردست زینامه خسروان. چه بند روان بینی و رنج تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. خب بعد این رو آورده است در نوع این نسخه لندن که میگن قدیمترین قدیمترین ابیات الحاقی خیلی زیاد داره اتفاقا. یک نمونهش همین خواستگاری نصف شب تهمینه و سهرابه که بیچاره خدا رحمت کنه مرحوم مینوی گفت آقا این جعلیست، اینجا آخون میسر نیست، نصف شب اصلا خواستگاری ما آخون نداریم، در هیچ یک از عروسی های شاهنامه ما آخون نداریم، عروسی ها هرگز درش آخوند نیست، این عروسی هایی که فردوسی گزارش کرده و اینها نیست، اونم نصف شب تو اون تاریکی پنهانی. تهمینه آمده ابراز عشق کرده و زیبایی داستان در این پنهانی بودن و به قول معروف سیکرسی قضیه است، نه که نصف شب سه و نصف شب بفرستیم آخوند بیاری عروسی را بندازی، نصف شب کجا وقت چه این چه محمدی تو شاهنامه لندن هست. مرحوم مینوی، این استاد مینوی ما، مرد دقیق و نظر استادی بوده، میگوید که اینها جعلیست، اصلا با ساختار این داستان آشنایی نداره این دبیات. بعد یک مشفوش و فضیحت به او دادن مقالات و اینها، دیدم من که آقا اینجوری که شما میفرمایید که از این کتاب چیزی باقی نمیماند و اینها، بعد این نسخه‌های قدیمتر اومدی آقا نیست. وقتی که تهمین اظهار عشق کرده و رستم اندکی فکر کرده و او رو پذیرفته و حاصلش هم سهراب بوده، نه اینکه نصف شب آخوند و اینها.
الهی عفو کن. حالا عفو شده عفو، یکی دو مورد در منوچهری و اینا به ضرورت وزن شعر عفو رو عفو گفتن. الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. حشر مطلقاً و ابداً، چون شاهنامه یک منظومه خیلی بزرگی است و کلمات تکرار میشه، شما مطلقاً و ابداً حشر در شاهنامه پیدا نمی کنید. جهاد اینها کلمات فنی دینی است، پیدا نمی کنید. اما اون نوع کلماتی که استحکام کلام به تصویر سازی شاهنامه در واقع به تجسم معانی کمک میکنه البته استفاده کرده، به زبان روزگار خود شمسخن گفته. خیلی در واقع فقط تنها دقتی که دارد این هست که مطالب ایدئولوژیک اسلامی در این کتاب مطرح نشود، از اون نوع لغات نباشد، وگرنه بیاد سبوک شد انان و گران شد رکیب، اینا هر دو عربی است. این هم یک موضوع بود خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. و این عفو مفو اینا توش کدام نسخه نیست، اونایی که معتبر هستن و اخیراً کشف شدن مثل همین سنت جوزف و اینا. خب میاییم سر کشتن رستم، کشتن دیو سفید. آقای مول آدم عروضی نبوده در واقع، وزن و قافیه و اینها و معانی و بیان و این حرفا رو خیلی آشنا نبوده، بعض اوقات وزن از دست رفته در کتاب، اما کارش تو یک سری بیارزش نمی کنه. حتی امروز هم می دونید که این مرد آخرین مجلدی کتاب رو نتوانست، یکی از شاگردان او اگر خطا نکنم به نام دومینار کارش رو تموم کرده اینا. خیلی خوب، ما آمدیم اینجا رسیدیم به جنگ دیو سپید و خان هفتم. خان هفتم کشتن رستم دیو سپید را. و این داستان ها گفت بیمایه فطیر هست، اینها داستان دروغ نیست. ما میدانیم به لحاظ تاریخی در رزم شبک سابقه آمدن آریاییان به این فلات ایران، ما میدانیم مدنیت های مختلفی قدیم بوده، همون در حوزه سیستان و هیرمند در مازندران اینها آدم ها بودند، مدنیت های دیگری در مغرب ایران بودند. آریایی ها خودشون رو ارگانایز کردند و اینها رو از میان بردن یا اونها مزمحل شدن. مازندران هم یک همچین وضعیتی داشته، ورای کوههای سر به فلک کشیده و جنگل‌های انبوه در کرانه‌های عرض می‌کنم که دریای خزر مدنیت بوده و اینها رفتن و اونها رو زدن و مملکتشون رو گرفتن و اینها. مازندران جز ایران به حساب محسوب نبوده است. این بعد این برداشت‌های مردم هست سینه به سینه نقل شده از اونچه در تاریخ اتفاق افتاده در روزگاری که تاریخ نویسی وجود نداشته است. خیلی خوب میگوید و از اون جایگه، این جایگه خدمت شما توضیح دادم یعنی پیش کابوس کی و پهلوانان دربند حرکت کرد به سمت جایگاهی. و از اون جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر. خیلی خوب، این گزارش آقای ژول مول هست. ابا خویشتن برد اولاد را، همی راند آن رخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدون هفت کوه، بدون نر دیوان
گروه ها گروه به نزدیک اون قار بیبون رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. این اولاد همون دشتبانی است که ابتدای کار چوب به پای رستم زد و عرض شود که او رو اسیر کرده به عنوان راهنما استفاده میکنه. به اولاد گفت اون چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بگشاد راز. مرا راه بنمای و بگشاد راز. هرچی میدانی از این رموز زندگی دیوان مازندران و اینها برا من بگو. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیو اندر آید به خواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. گذر که میشه اینا میرن میخوابن، مثل که این از دیوان مازندران برای خودمان امروز مونده. زهر رو میریم منزل میخوابیم، حاج آقا حجره رو ترک میکنه میاد منزل. این فقط در ایران من دیدم همچی چیزی، من در دیوان مازندران دیدم و در ایران. حجره رو ترک کنیم زور بریم منزل، یه بخوابیم برگردیم بیاییم حالا اونجا بیاد. میگوید که به اینا پیروز خواهی شد به شرطی که صبر کنی هوا که گرم بشه اینا میخوابن، بنابراین در خواب تو بر اینا پیروز میشی. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. یعنی پاسبانان جادو. بله خیلی تک و توک اینا بیدار هستن، بگهشون میخوام. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدون تا بیامد بلند آفتاب. این بدون تا بیامدم ضعف تألیفه، در واقع اشتباهه. بدون تا بیامد خب. بعد میگوید که سر و پای اولاد را کرد بس، به خم کمند ونگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. پهلوانان بزرگ همواره در میدان جنگ نام خودشون رو میگفتن، حتی اجدادشون هم معرفی میکردن که بدانن که او کیست. این در واقع نماینده دلاوری و سلحشوری بود. اعراب هم همینطور بود، نام خودشون رو میگفتن. اینجا نهنگ، اینجا یک استعاره خیلی خوب به کار برده بود. میگوید براهی جنگی نهنگ از نیام، یعنی شمشیر، یعنی شمشیر. بغری چون رعد و برگفت نام، که من رستمم و چنین و چنان هستم. بله میاه سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نزداد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نامونند. و از اونجا گه سوی دیو سفید بیامد به کردار تابنده شید. این بیت هم به انواع مختلف هست، به جای تابنده شید چیزهای دیگری هم هست. بله میگوید به مانند دوزخ یکی قار دید، تن دیو از تیرگی ناپدید. زمانی همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریق. خب جای تاریک آدم وارد میشه، این چشماش تا میاد عادت کنه مدتی طول میکشه.
حالا با کمال تعجب خدمت شما عرض کنم که این چاه معلوم نیست از کجا وارد شده به این کتاب و جای دیگه، ولی در بابش بعد میتونیم صحبت کنیم که این چاه از کجا میره. چاه نبود آقا، در چاه که قار نمیره، دیو که در چاه نمیره، چاه هم جنگ نشده، آدمی زادم در چاه نبوده، اینا بماند. خب بعد وارد که شد مدتی طول کشید و نه راه فرار بود اونجا، نه جای جنگ، نه چشمانش میدید، نمیتونست فرار بکنه، یک احوالی بود بر او. بله، چمژگان به مالید و دیده بشست، در اون غار تاریک چندی بجست. خیلی طبیعی، امروز هم که ما وارد میشیم در تاریکی نمیبینی، کمی چشمامونو میماریم، چشمون به تاریکی عادت کنه. بعد بجست یعنی چندی بجست، یعنی نگاه کرد به اطراف، به اطراف اون غار، ببینه که چه خبره، اینجا غار دیو سفید هست، ببینیم کجاست. بله، به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. یک مثل کوه خوابیده بود، به وجهی که اصلا غاری پیدا نبود. به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهنای او. شبه، شبه یه سنگ تیر رنگ سیاه رنگی است. می‌فرماید شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. در توصیف شب در مقدمه داستان بیژن و منیشه، شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. چو زنگ چو پولاد زنگار خورده سپر، زمانه به قیر اندر اندوده چهر. همواره سیاهی به شبه و قیر هر می شود که تشبیه می شود. می فرماید به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهنای اوی. به غار اندرون دید، دید باید باشد، دیو رفته به خواب، به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. خیلی خوب، دید این مرد خوابه، این دیو اونجا خوابیده، خیلی براش راحت بود که از فرصت استفاده کنه، مثل این سیاسیون ما بایستی از همه فرصت ها استفاده کرد، حتی اگر این فرصت ها منافی اخلاق و شرافت انسانی هم باشن، هیچ اشکالی نداره. با به خاطر اینکه هدف چیکار میکنند آقا؟ وسیله رو توجیه میکنند. اینجا داستان شوالیه گری و پهلوانی و بزرگواری و گردن فرازی و دلاوری است، اینجا دیگه موضوع مصلحت نیست. میگوید شتاب نکرد و در کشتن دیو که خواب بود شتاب نکرد، بلکه چه کرد؟ این بیت آخره میخونم چون وقت ما تمام شده است. بیفرماید بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یعنی تو خواب دشمن رو نکشت، بلکه بغرید غریدنی چون پلنگ. وقت ما در اینجا به پایان رسید. از امیر سپاسگزارم و شما همزبانان، هموطنان، بزرگواران، هر جا که هستید، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.